صحبت کردن، البته چون فرمودید قطع نکنم، خیلی من متشکرم. جسارت نکردم. شما البته 2 دقیقه هم طلبکار بودین، 6 دقیقه اضافه صحبت شد. برمیگردیم به آقای کیانونی. آقای پیمان آزادی رو تقریبا همون تابع تضاد طبقاتی دونستن، ولی گفتن که حتما باید شیطان نفس در بند بیفته وگرنه خطرناک، و بلافاصله آقای فتاحپور هم این شاهد مثالش آوردن در انقلاب ایران و اون ماجرای معروف لنین، 1 گام به پیش 2 گام به پس. حالا من فکر میکنم شما حتما موافق هستید با این نظریه. ببینید، من صحبت خیلی داره جالب میشه. ما بارها در صحبتهایی که با مبارزان پیرو مکاتب مذهبی و در ایران به ویژه با مبارزان پیرو اسلام مطرح کردیم، گفتیم درباره اون مسائلی که مربوط به زندگی انسان در جامعه، در اجتماع مسائل مشخص میشه، بین نظریات اسلام و نظریات سوسیالیسم علمی نزدیکی های قابل توجه و زیادی هست. من از همین بحث آقای دکتر بهشتی یکی از این نمونه ها رو میگیرم. گاهی اوقات این هست که ما یک مسئله رو به یک کسی نسبت میدیم یا به یک مکتبی نسبت میدیم که اون دقیق نیست، و اون وقت نظر خودمون رو که مطابق اون نیست به عنوان متضاد با اون نظر مطرح میکنیم. من فقط یک جمله‌ای که عیناً آقای بهشتی گفتند این جمله رو میگم: انسان ساخته تاریخ است، انسان سازنده تاریخ است. این نکته اساسی اون چیزی است که ما به عنوان ماتریالیسم تاریخی بهش معتقد هستیم. ماتریالیسم تاریخی به هیچ وجه عقیده نداره که انسان عبارت است از یک پیچ و مهره ای که هیچ گونه تأثیری در تغییر تاریخ اصلا نداره، و تاریخ یه چیزی است مجرد که او خودش تغییر میکنه، انسان هم تابع او هستند. هرگز همچی چیزی نظری که واقعا میتونه مبتذل باشه از نقطه نظر واقعیت نداره، بلکه اصل این هست که انسان ساخته تاریخی و انسان سازنده تاریخ است. توده ها سازنده تاریخ است یکی از مهمترین جملات این مارکسیست ها است. به این ترتیب ما ببینیم که در اینجا تضاد به هیچ وجه وجود نداره، یعنی در مسئله‌ای که مربوط است به اجتماع. آقای دکتر بهشتی گفتند که خداوند به انسان چشم داد، گوش داد، گفت راهت ببین، اشنو، پیدا بکن، برو چیز بکن، جنب بکن، خودت راه خودت پیدا بکن که چه جور بایستی زندگی بکنی. این واقعیتش ما انسان رو هم همین جور میبینیم. انسان به طور عام بالاخره اون نیروی است که تاریخ رو تغییر میده، میره به طرف اون هدفی که عبارت از انسانیت، اون هدفی که اون چیزی که شما به تمام ظواهر شیطانی رو بهش درش خلاصه جمع میکنید، اون را از بین ببره و مظاهر انسانی رو تکامل ببخشه در جامعه. یک چیز دیگه ای که اینجا در بحث گفته شد که ما باهاش اختلاف نظر نداریم، ولی من خیال میکنم که در توضیح بایستی بهش توجه کرد، این هست که آقای دکتر بهشتی گفتن که انسان، اسلام به انسان میگه تو آزادی از همه قیود و جبر اجتماعی. در اینجا من خیال میکنم ما بایستی که اینجور بگیم که در واقعیت انسان از اینها آزاد نیست، میتونه آزاد باشه، حق آزادی داره از این قیود. نگاه بکنید یه انسانی که الان در این جنوب شهر تهران در این زاغعه داره زندگی میکنه، او تابع یک جبر جامعه ماست که مجبور کرده که این شرایط جامعه ما که تو اون توی اون زاغعه زندگی بکنه، در این حال که هزاران اتاق مجلل قشنگ تمیز با آب گرم و آب سرد در شمال تهران خالی است. اون چی که ما میگیم که انسان در شرایط جبر قرار گرفته، جامعه او رو مجبور میکنه به اون چیزی که خودش نمیخواد، دلش نمیخواد، برعکس میخواد حق داشته باشه که بره اونجا تو اون اتاق زندگی بکنه جای اون. ولی جبر جامعه کنونی ما حتی در جمهوری اسلامی نمیذاره این بره در اونجا زندگی بکنه.
او حق آزادی داره، کاملا اسلام این حق رو به او میده، ولی هنوز جمهوری اسلامی این حق رو تأمین نکرده برای او که او بره بتونه تو اینجا زندگی بکنه، از اون زاغه، از اون کثافت، از اون آشغال بچهش در بیاد. به این ترتیب ما در اینجا هم موافقیم که انسان حق آزادی از تمام قیود رو داره و برای این حق باید مبارزه بکنه و تا مبارزه نکنه نمیتونه این قیود رو از بین ببره، این جبر جامعه رو از بین ببره، ولی تابع این جبر اجتماعی است. ما از این 5 نفری که اینجا نشستیم، من خیال میکنم 3 نفرمون در زندان بودیم. جبر اجتماعی ما رو دستامونو گرفته چپونده توی سوراخ زندان. بله شما بودید زندان. این جبر جامعه ما رو مجبور کرده. ما حق آزادی رو داشتیم، مایل برای آزادی بودیم، مبارزه میکردیم برای آزادی، ولی تا این مبارزه آزادی تم اکثریت جامعه رو نگیره، اقلیتی تابع این جبر هست و این جبر به او تحمیل میشه. این جبر سیاسی است، اون جبر اقتصادی است که نمونه شو گفتم، جبر فرهنگی هست، جبر ملی هست، تمام این جبرها واقعیت جامعه ماست. به این ترتیب ما این طور بایستی بیان بکنیم که انسان واقعیت حق آزاد بودن رو داره، حق آزاد بودن در زمینه سیاسی رو داره، در زمینه اجتماعی رو داره، در زمینه اقتصادی رو داره، در زمینه ملی رو داره، در تمام زمینه‌ها حق آزادی کامل از جبر اجتماعی رو داره. بایستی برای این حق مبارزه بکنه. اگر مبارزه نکنه، اگر پویا نباشه، اگر کوشا نباشه، این حق رو به او مجانی نمیدن، برای اینکه نیروهایی در جامعه هستن که این حق رو میخوان از او بگیرند، برای اینکه این حق برای انسان وسیع به نفع اون حق برای انسان‌های محدود، یعنی طبقات ستمگر، طبقات جابر، طبقات غارتگر نیست. حقی که توده‌های وسیع بخوان ازش استفاده بکنن در هر زمینه‌ای همیشه متضاد هست با اون خواست اقشار حاکم و طبقات جابر. به این جهت می‌بایستی که با مبارزه خودش این حق خودش رو بگیره، ولی واقعیت اجتماعی نشون میده که در دوران تاریخ 1400 سال که از شروع از پیدایش اسلام گذشته است، این حق آزاد بودن تا به حال در عمل واقعا خیلی کم در جامعه وجود داشته. توده های وسیع با اعتقاد کامل به اسلام این 1400 سال در بند همون جبر اجتماعی بودند که به وسیله طبقات حاکم، به وسیله ملاکان، فودالها، مستبدان به اونها تحمیل شده، به دست ناآگاهی خود اون افراد. اون چیزی که من با آقای دکتر بهشتی موافق هستم همون مسئله ناآگاهی است که توده ها تا وقتی که ناآگاه هستن خودشون زنجیر به پای خودشون می اندازن، خودشون عامل زنجیر انداختن استبداد هستند به پای خودشون. و تلاش تمام نیروهای مترقی در تمام تاریخ، چه نیروهای مترقی مذهبی انسانی بگیم که این کلمات را هم باش موافقت بکنیم، تلاش در همین بوده که این توده های وسیع را آگاه بکنند به اون حقی که دارند و تجهیزشون بکنند برای مبارزه برای گرفتن اون حق. ولی ما میبینیم که تاریخ خیلی قوی تر بوده است و تا به حال در دوران بسیار بسیار طولانی جامعه های طبقاتی همیشه مانع شدی، و اگر در دوران های کوتاهی موفق شدند توده ها به این که یک پیروزی نسبی برای گرفتن این حق پیدا بکنند، باز هم به علت اینکه این ریشه ای نبوده، نتونسته از بنیاد شرایط اجتماعی اقتصادی را عوض بکنه، پس از دوران کوتاهی طبقات حاکم تونستن دو مرتبه بر حکومت جابرانه خودشونو برقرار بکنن. در صدر اسلام این معاویه است علیه جنبش علی و پیروانش، و در تاریخ‌های بعدی ما بارها نمونه‌هایی داریم که مسلمانان مبارز قیام کردند، قهرمانی‌های بزرگ نشان دادند، و باز هم برای اینکه تغییرات بنیادی در اون نظام اجتماعی اقتصادی جامعه نمیتونستند به وجود بیارن، پس از مدتی این تبدیل شد. این فقط به این مربوط نیست که افرادی از اینهایی که در رهبری انقلابی قرار گرفتند، اینها در نتیجه قدرت فاسد شدند یا تحمیل کردند چیزهای نادرست و استبداد رو بونهای دیگه، نه، این خودش تابعی است از اون جبر اجتماعی موجود. فاسد شدن این افراد خودش یک تابعی است از اون جبر اجتماعی موجود که میتونه در صورتی که نیروهای کافی برای تغییر
کامل اون شرایطی که اون جبر رو ایجاد کردن وجود نداشته باشه و نتونه در عمل وارد بشه، این تحمیل میکنه حتی به اون افراد انقلابی، اونا رو هم فاسد میکنه. این در طول تاریخ زیاد دیده شده است. به این ترتیب ما اینجا میبینیم که تمش تضاد نیست بین نظریاتی که بین اسلام انقلابی در توجیه تاریخ وجود داره با ما که طرفدار ماتریالیسم تاریخی، طرفدار سوسیالیسم علمی هستیم، بلکه نکات برخورد مشترکی در برخورد به حقوق انسان ها، در برخورد به اینکه راه گرفتن این حقوق چی هست، در برخورد اینکه جبر در هر صورت وجود داره و این واقعیتی است که نمیشه منکرش شد، ولی این جبر مطلق نیست، غیر قابل شکستن نیست. و برعکس ما معتقد هستیم که جبر اجتماعی اون چیزی است که میشه برش غلبه کرد. جبر طبیعت هست که امکان بشر برای غلبه کردن اون خیلی محدوده و خیلی کم هست. همین که جوجه رو فرض بکنیم اینجوری بخواد تغییر بده، این خیلی در مجموعه قدرت طبیعت خیلی کوچکه، ولی جبر اجتماعی انسان امکانات بیشتری داره در صورتی که بتونه تمام نیروهای خودش تجهیز بکنه به این که جوامع رو تغییر بده. البته این به مربوط فقط به این نیست که شورش بکنه و قیام بکنه، میتونه شورش بکنه و قیام بکنه، ولی تغییر شرایط اجتماعی به عوامل عمومی جامعه، یعنی اقتصاد جامعه، به تولید جامعه، به میزان تسلط جامعه، به قوانین طبیعت، به همه این عوامل مربوطه. این یک مجموعه فوق‌العاده بغرنج و وسیع تشکیل میده که کافی نیست انسان‌ها فقط یه چیزی بخوان، حتی اکثریتشون هم در یه جامعه یه چیزی رو بخواد و بتونه اون رو بلافاصله انجام بده. این مشروط هست به تمام اون شرایطی که در یک جامعه هم از لحاظ درون خودش و هم از لحاظ مناسباتی که با مجموعه جریان جهانی داره بهش تحمیل بشه و میبایستی علیه این تحمیل ها مبارزه بکنه و قدم به قدم به طرف اون هدفی که عبارت است از ایجاد یک جامعه انسانی کم نقص‌تر، کم عیب‌تر، تا کم عیب و کم نقص، و امید و آرزوش به این است که به جامعه انسانی بی نقص و بی عیب برسه. این هست اون برداشتی که ما در این مجموعه داریم. و اما من فکر میکنم که ما یواش یواش بیایم به مسائل مربوط به آزادی در شرایط مشخص جامعه‌ای که ما الان درش وجود داریم، چون بحثی که الان در جامعه ما وجود داره یه بحث مشخصیش بیشتر، این بحث تئوریک درباره که این آزادی ریشه هاش چی است و چه جور میتونه بهش برسه و اینها، این یک طرف مسئله است. ولی اون بحثی که الان در جامعه ما وجود داره این هست که خب ما یک جامعه استبدادی رو سرنگون کردیم، یک نظام استبدادی خشنی رو سرنگون کردیم، یک نظام نوینی جانشین اون ساخته شده است به دست مردم ایران و اونطور که امام بارها تکرار کردن به دست توده های وسیع زحمتکشان، مستضعفان، کوخنشینان، پابرهنه های ایران، یه نظام تازه‌ای مستقر شده است. خب باید دید که در این نظام تازه مسئله آزادی چجور مطرح است، چقدر پیشرفت شده در تغییر مبانی آزادی، یعنی چقدر ما محدود کردیم آزادی های موجود در جامعه آریامهری، آزادی های طبقات حاکمه، آزادی مستبدان و زورمندان رو، و چقدر تأمین کردیم آزادی کوخنشینان، توده های زحمتکش، کارگران و دهقانان رو در همه زمین های اجتماعی. اینجا دیگه مسئله آزادی سیاسی مطرح نیست، بلکه آزادی به مفهوم عامش مطرح است، یعنی حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همه برای توده های زحمتکش. من خیال میکنم که ما بایستی یواش یواش به این بحث منتقل بشیم که بحث زنده ایست که شنوندگان ما بیشتر حتما بهش علاقمند هستند. اجازه فرمایید این بیاد برای قسمت چهارم بحث، این قسمت سوم به همه برسه. بله، دوباره برمیگردیم. من فکر میکنم آقای پیمان این مطالبی که آقای کیانوری گفتن، یکی از اشکالات عمدش همون انکار وجود خداست. وقتی ما خداوند رو قبول بکنیم دیگه اون اشکالاتی که آقای کیانوری مطرح کردن زیاد اهمیت پیدا نمی کنه. همطور که شما هم دقیقا اشاره کردید مسئله نسبیت رو، وقتی در یه جامعه
نسبیت داشته باشه کف نفس و مقید کردن شیطان، این مسائل رخ میده. و دنباله بحثتون رو خواهش میکنم ادامه بدین در همین بود. لازم که منم علاقمندم که همطوری که علاقه همه مردم هست بس بیاد روی مسائل خیلی مشخص روز، اما مکتب رو هم اگر ما به صورت کلیدی راهنمای عمل مطرح بکنیم قطعا میتونیم اون وقت خیلی صحیح‌تر و آزادتر با مسائل روز برخورد کنیم. اینی که طرح مسائل هم باید به نحوی باشه که در عمل اجتماعی در واقعیت راهنما باشه، کلی و ذهنی نباشه. اینجا من دو نکته رو در این فرصت کوتاه روشن میکنم. یک، مفهوم این جبر که بحث شد و اینکه انسان چقدر میتونه تأثیر بذاره برای آزاد شدن و از قید و بند جبر اجتماعی. ما در بینش توحیدی موانع خارجی رو انعکاس موانع داخلی میدونیم. میگیم که اگر مستبدی بر جامعه حاکم میشه، طبقه سرمایه‌دار، بردهدار و مالکان و خانها و فئودال‌ها و نظائر اونها حاکم میشند، این انعکاسی هست از تمایل سلطه‌جویی و زیاده طلبی در وجود انسان. هر انسانی این تمایل عادیاً به طور عادی داره، اما اگر این بر وجودش غلبه بکنه که دو تایی از این تمایل خیلی محوری است و در قرآن روش تکیه اساسی شده، یکی فزونخواهی در مال هست، یکی فزونخواهی در قدرت که کسب سلطه است. به همین جهت هم در طول تاریخ قرآن این دو قشر رو به عنوان یک جریان در مقابل انبیا و حق قرارش میده، ملع و مترفین. ملع کیا هستن؟ اونهایی که میخوان قدرت رو تمرکز بدن و تسلط به وجود بیارند بر مردم، و مترفین هم اونهایی که انباشت ثروت میکنند و در عیش و نوش غرق میشند، یعنی هوسهاشون رو آزاد میذارند و پول. خب پس این جامعه انعکاس درونه، این وهله اول. اما این که میگیم انسان اسیر تمایلات اجتماعی هست یا نیست، بله بالقوه انسان میتونه آزاد باشه، این درش تردیدی نیست. بحث در اینی که انسان چگونه آزادی رو به دست میاره، راهش چیه. راه کسب آزادی مبارزه با موانعش هست. اول آزادی درون اهمیت داره. اگه ما از درون آزاد نشیم، در از قید اسارت اجتماعی هم آزاد نمیشیم. آزادی درون چیه؟ اینی که من اسیر تمایلات غریزی و یا نفسانی نباشم. چون اگر باشم، حتی در طبقه محروم هم که قرار بگیرم در اسارت میمونم. اگر یک کارگری که استثمار میشه تابع همین، یعنی در وابستگی به هوس‌های پست مادیش بمونه، کارفرما کافیست که به اون روزانه 10 تومن یا 3 تومن اضافه بده و اینو بخره در خدمت خودش، یعنی وابستش کنه به مال، به طمع و زیاده طلبی به این نه، و اینو بخره و در خدمت خودش و در جهت خیانت به زحمت کشان به کار بکشه، فراوان هم اتفاق میفته. با وجودی که طبقهش دوز طبقه محرومان هست، اینجا دو عامل پس لازم برای آزادی درون. یکی معرفت، یعنی آگاهی بر این که انسان منافع و مصالح واقعیش در چیه، یعنی خودآگاهی. اگه ما خودآگاه نباشیم و به معرفت نرسیم، اسیر میمونیم. همون معنایی که بحث شد که در مستضعفان، این که ما میگیم طبقاتی طبقاتی به این معنا مطلق نمیتونه اعتبار داشته باشه، برای این هست که صرف مستضعف بودن تعیین نمیکنه موضع‌گیری اجتماعی فرد رو. فرد ممکنه مستضعف باشه به دلیل نداشتن معرفت، یعنی آگاهی بر مصالح واقعی خودش، یا به دلیل وابسته بودن به همین یه خانه خیلی محقر یا یه اضافه دستمزد، یعنی وابسته بودن به مال و یا نداشتن آگاهی. میتونه چی باشه؟ پیرو مستکبر بشه، در خدمتش بره مبارزه بکنه، براش شمشیر بزنه، براش تفنگ بزنه، بجنگه. همینا اونایی هستن که در آخرت هم خداوند میگه که شما مستضعفان چرا تبعیت از مستکبرین کردین؟ میگن ما مستضعف بودیم نمیفهمیدیم. خب این در حالی که آگاهی وقتی بیاد باید انتخابشو بکنه. اینجاست که ما مرزبندی میکنیم بین جبر طبقاتی به این معنا. خب مسئله اساسی پس اینجاست که وقتی ما آزادی درون رو بهش اهمیت ندیم چی میشه؟ میگیم طبقه محرومی به قدرت برسه کار تمامه. خب ما پدیده‌هایی مثل فرض کنید استبداد یا دیکتاتوری که در زمان استالین در یک کشور سوسیالیستی حاکم میشه چی میتونیم تبیین بکنیم؟ چگونه باید تبیین کنیم؟
خب اون که خودش نه سرمایه داره و نه در میخواد مناسبات سرمایه‌داری وجود بیاره، اما میل به قدرت فی نفسه یک عاملی است که سلطه‌جویی وجود میاره و این سلطه‌جویی میره به طرف تجدید احتمالاً مناسبات سلطه‌جویانه. ما اگر به این عامل درونی هم نخواهیم بها بدیم، در تبیین این جریانات دچار اشکال میشیم. درسته دید قرآن اینه که در طول تاریخ مستضعفان هستند که دنبال آزادی و حق قیام میکنن، این درش تردیدی نیست و وراثت امامت هم از آن اینهاست. چرا؟ چون اینا وابسته به مال نیستن، همین اندازی که آگاهی پیدا کنن قیام میکنن. اما مستکبرین، اونهایی که وابسته به مال و قدرت هستن، آگاه به حق هم بشن که حق رو میپوشونن، کافر میشن. چرا؟ چون وابسته به مال هست و زور هست. اما محروم چون وابسته به مال نیست، همین که آگاه بشه حق رو درک میکنه قیام میکنه. این که دنبال انبیا معمولا مستضعفانند، به اضافه کسانی از مستکبرین که خودشون رو جدا از طبقهشون و جامعهشون میکنن، اما ملع و مترفین همونطوری که آیات صریح قرآن هست، اینا دشمنان اصلی انبیا هستن. علتش اینه که آگاه میشن اما چون وابسته به مال و قدرتند حق رو انکار میکنن. بنابراین اینجا ما باید سلطه‌جویی، یعنی این عوامل درونی اهمیت داره، زمینه که باید مبارزه کنیم با دو مانع. مانع خارجی یعنی مناسبات ظالمانه جامعه، مناسبات سرمایه‌داری، چون توده های محروم رو از حق آگاه شدن محروم میکنه، خود به خود در اسارت نگه میداره، امکان رشد فکری، رشد اخلاقی به اینها نمیده. در محرومیت مادی موجب فساد اخلاق هم میشه، محرومیت فکری هم دنبالش هست. بنابراین جز از طریق مبارزه با مناسبات ظالمانه در خارجی، انسان حتی به آزادی درونی هم نمیرسه. یعنی یه نفر نمیتونه بره در غار، در معبد، در محراب بشینه به تنهایی بدون برخورد با جامعه و مشکلات اجتماعی بخواد خودش رو آزاد کنه، امکان نداره. این فریبه، این زهد و اون رهبانیت فریبی بیش نیست. این فقط با مبارزه با موانع آزادی در جامعه، با سرمایه‌دار، با مستبد، مستکبر، خان، فئودال، با تمام موانع آزادی هست که خودش آزاد میکنه و بندهای جلوی آزادی جامعه رو پاره میکنه. بنابراین میل به سلطه اگر باشه، ممکنه یه فردی هم الان مال نداشته باشه، وابسته طبقه سرمایه‌دار هم نباشه، این امکان داره کاملا، اما میل به سلطه‌جویی هست درش. شما در یه جامعه‌ای که الان انقلاب کردین، جامعه رو آزاد میکنید، حتی از مناسبات سرمایه‌داری هم آزاد میکنید، اما به فردی مسئولیت میدین که یه مسئولیت مشخص اجتماعی. اگه این فرد که مسئولیتی داره، که خودی مسئولیت یه مقدار قدرت و امکان میده به این فرد، این تمایل داشته باشه که از این قدرت برای تسلط بیشتر بر دیگران استفاده کنه و این رو توسعهش بده و اختیارات دیگران رو محدود در تسلط و قدرت خودش بکنه، این زمینه یک تسلط جدید اجتماعی فراهم میاره. چرا؟ چون برای حفظ این وقت احتیاج داره که چیکار کنه؟ نیروی بیشتری جذب کنه، پول و امکانات بیشتری جذب کنه، خود به خود طبقه بندی اجتماعی نادرست باز به وجود میاد. پس ما نمیتونیم مرحله به نفی مناسبات ظالمانه اجتماعی صرفا اکتفا بکنیم، باید اون از بین بریم، اون شرط اولیه است. همینطوری که انبیا هم میرن مبارزه میکنن با ستمگر، با ظالم، وقتی برمیگرده مجاهدی که از مبارزه برمیگرده، پیامبر بهش میگه حالا جهاد اکبر فراموش نباید بکنی. چرا؟ چون همین مبارزه ضد ظلم، ضد ستم، ضد سرمایه‌دار اگر بر وابستگی های خودش غلبه نکنه، یعنی وابسته باشه و آزادی درون نداشته باشه، این خودش ممکنه در اولین فرصت که بهش حکومتی میدن، حاکمیتی، اختیاراتی میدن، این رو علیه منافع مردم به کار بکشه. بنابراین اینجا جبر اجتماعی به این معنا که جبر بگیم مفهوم نداره. ما میگیم مناسبات اجتماعی جلو آزادی انسان ها رو میگیره و بدون تردید با دادن آگاهی، اجازه ندادن به آگاه شدن مردم، با تحمیل اون فرهنگ خاص خودش میتونه مستضعفان رو در اسارت نگه داره و حتی اونها رو از مبارزه و قیام باز بداره. این واقعیته، همینطوری که صحبت شد، ما نمیتونیم اینو نفی بکنیم. اما چگونه ما میتونیم با این بجنگیم؟ حرف من برای آقای کیانوری اینه که وقتی میگن اون کسی هم که به قدرت میرسه بعد خودش مستکبر میشه، میگن این تحت تأثیر جبر اجتماعی است، ما به یه دور معیوب دچار میشیم. میگیم جبر اجتماعی نمیذاره من بعد از اینکه انقلاب کردم در خدمت مردم بمونم و ممکنه باز استکبار رو خرج بدم. خب پس کی میتونم آزاد بشم؟ این حلقه کجا باید پاره بشه؟ اونجا پاره میشه که خود این انسان علیه این مناسبات قیام میکنه، خودش هم آزاد میکنه. یعنی میل به سلطه‌جویی در درون خودش از بین میبره، جاه طلبی، قدرت طلبی، اینکه
استکبار، همین استکبار که مفهوم عالی و جامع برای همین مسائل هست، من میخوام بالاتر از همه باشم، برتر باشم، استعلا، برتری جویی، این هیچ ارتباطی هم ممکنه به ثروت اندوزی هم نداشته باشه. استعلا میخواد بالاتر از همه باشه، دستور به همه بده. این وقتی باشه این عامل انحرافی است، بعد خودش مناسبات اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار میده. شما ممکنه طبقات رو نفی کنین، از لحاظ استثماری طبقات استثمارگر از بین ببرین، اما یه مستکبر به قدرت برسه، استبداد سیاسی وجود بیاره، استبداد فکری وجود بیاره، دنبالش هم طبقات اجتماعی به وجود میاد و استثمار هم به وجود میاد. پس ما به این معنا میگیم باید با آزادی درون که این در ارتباط هست با حرکت به طرف الله، انسان بتونه بر مناسبات ظالمانه جامعه هم قیام بکنه. تا انسانی آزاد نشه قیام نمیکنه. کارگر اگر در درونش آزاد نشه، به آگاهی و عدم وابستگی به همون بخور نمیر نرسه، قیام نمیکنه. چون ممکنه به همون دستمزد کمش هم اسیر باشه، بگه بترسه که اگر اعتصاب بکنه قیام بکنه این پولشو قطع کنن. ولی وقتی از این وابستگی آزاد شد، گفت که این چه زندگی است، به فرض پولمو قطع کردم، من اخراج کردم، وابسته به این دستمزد حقیر نباشه، قیام میکنه. پس آزادی از وابستگی و آگاهی دو شرط لازم برای قیامه. و اینجا نکته اساسی همینه که موضع گیری اسلام متوجه مستضعفانه. میگه مستضعفان، ای اسیران، شما هستین که باید قیام بکنید. هیچ وقت اسلام خطاب نمیکنه مستکبرین که شما آزادی رو بدین به مردم، چون میدونه اون اسیر سلطه‌جویی و ثروت اندوزی خودش هست، اون آزادی رو نمیده، ازش باید گرفت به زور. میگه لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا. این خطاب میکنه به بنده و برده، تو نباید برده باشی، برای اینکه خداوند تو رو آزاد آفریده. موزگیری مقابلش اینه که ما بگیم ای برده داران، خداوند مردم آزاد آفریده، چرا شما اونا رو اسیر میکنید؟ یا میگه موزگیری است، در تاریخ هم بوده. موزگیری اسلام خطاب به مستضعفان داره در درجه اول. البته نه اینکه خطاب قرآن به عالمیان نباشه، هست، حتی به مستکبرین هم خطاب داره که شما باید دست از این ظلم و استکبار بردارین، برای اینکه افشاشون کنه در جامعه، و اگرم درشون امکان رهایی و آمدن به حق هست، آزاد بشن. این اسلام برخوردش عامه، ولی نیروی اصلی اجتماعی که میگه آزاد کنند، همین محرومان هستن. پس این دو نکته رو در این بخش که میتونه کلید راهنمای عمل باشه، اینه که یکی، ما عامل سلطه‌جویی و ثروت‌اندوزی، یعنی زیاده طلبی که در انسان هست، به صورت یه طبقه اجتماعی استثمارگر هم میتونه در بیاد، باید در نظر بگیریم که حتی بعد از نفی طبقات میتونه موجب تجدید طبقات استثمارگر در جامعه بشه روی استکبار. و این برای اینکه ما در جبهه حق هم بتونیم عواملی رو که میتونن بر ضد آزادی و جامعه توحیدی عمل بکنن، میتونیم از پیش بشناسیم که از طریق جهاد اکبر با اونها باید مبارزه بشه. و الا اگر ما اینجوری مطلق کردیم، طبقاتی به این شکل برخورد کردیم و طبقه انقلابی رو اصالت مطلق دادیم، این عوامل بالقوه ضد آزادی رو در درونش دیگه نمیبینیم. سلطه‌جویی، برتری‌جویی، جاه طلبی رو خود این ما دیدیم در نهضت‌های آزادی بخش چقدر اثرات سو داشته، چه نهضت‌هایی به تلاشی کشونده به خاطر همین جاه طلبی‌ها، به خاطر قدرت طلبی‌ها. و دوم این نکته که در برخورد با جبر اجتماعی هم این نیست که انسان محکوم جبر اون معنا باشه که نتونه برش غلبه بکنه، بلکه از طریق مبارزه با اون جبر به آزادی درون میرسه، که آزادی درون همونطوری که گفتیم شرط مبارزه با موانع آزادی است. شما هم 13 دقیقه صحبت فرمودین، تا بعدن حساب بکنیم. میرسیم به آقای فتاپور که مطرح فرمودن نمیشه اگر کسی به مرحله رسید و خواست در خلاف جهت اون آزادی که قبلا آرزو داشته حرکت بکنه، البته شناختش به چه ترتیب خواهد بود مطرح نکردین، ولی آیا معتقد نیستید که برای اینکه اون یک گام به پیش و دو گام به پس پیش نیاد، پیشنهاد آقای پیمان خوبه که باید آگاهی و آزادی از وابستگی در جامعه به وجود بیاریم؟ دوستان یک مسئله رو مطرح کردن که منم مایل هستم هر چه زودتر بحثمون وارد بشه در مقولات مشخصی که برمیگره مسئله آزادی در جامعه خودمون، مشکلاتی که امروز داریم. من جا دفعه قبلم کمتر صحبت کردم، بیشتر از این نظر بود که زودتر وارد اون بحث بشیم، ولی به هر صورت چون یه سری مسئله مطرح شده مختصر صحبت میکنم.
آقای بهشتی فرمودن که انسان آزاده در مقابله با ستم، انسان نوآوره، انسان تاریخ رو تکامل میده. اینا همه مواردیه که مورد تایید ما هست و حتی بیش از این ما مطرح کردیم جزء شعارامون هستش که اصلا توده ها سازندگان تاریخ هستن. انسان آزاد هستش برای اینکه تلاش بکنه شرایط رو تغییر بده و تو این راه دیدیم که چقدر افسانه ها به وجود آورده، چقدر حماسه ها ساخته. همین تو جنبش خودمون، تو انقلاب خودمون دیدیم که مردم ما برای اینکه شرایط رو تغییر بدن چه حماسه هایی به وجود آورده. اون کودک 14 ساله ای که با نارنجک خودش رو میدونه زیر تانک، یا اون مردم ما که میرفتن جلوی گلوله های رژیم شاه چه افسانه هایی به وجود آوردن برای اینکه بتونن آزاد بشن. ولی مسئله که مطرح اینه که برای این تغییر شرایط یه سری قانونمندی حاکمه که ما رو محیط کرده. هر کاری دلمون بخواد نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم تلاش بکنیم برای اینکه این شرایط رو عوض بکنیم. برفرض مثلا 1000 سال پیش، 2000 سال پیش اگر کسی میخواست ستم و استثمار رو به طور کامل از بین ببره نمیتونست اون لحظه این کارو بکنه. باید اینو درک میکرد که میتونه تلاش بکنه در جهت اینکه شرایط بهتری به وجود بیاد. ولی قانون و وضعیت اجتماعی اون موقع چنین اجازه‌ای به یک آدم نمیداد. اون کسی که میخواست به نفع منافع مردم در اون مرحله کار بکنه باید میفهمید که برای اینکه مردم بتونن از ستم بهشون کمتر روا بشه چی کار باید بکنه، چه اقداماتی بکنه تا بتونه یک قدم پیش ببره جامعه رو. همونطوری که اون موقع یه دانشمند اگه میخواست یه ریاکتور اتمی درست کنه نمیتونست. مهم این بودش که اون موقع تشخیص بده که برای پیشرفت علم کوشش بکنه چه چیزایی رو میتونه بسازه، در چه جهتی حرکت بکنه. نمیتونست ریاکتور اتمی اون موقع بسازه. و مسئله مهم اینه که این قانونمندی هایی که اجتماع ما رو محیط کرده اینها رو درک بکنیم و با درک این قانونمندی ها تلاش بکنیم برای تغییر شرایط و برای آزاد شدن. مثلا انقلاب ما برخلاف صحبتی های بهشتی فهمونه یک سری قوانینی وجود داشته که انقلاب ما اونها رو تایید کرده. مثلا اینی که توده ها این قدرت رو دارند که میتونن وقتی به طور متحد در مقابله با عظیمترین نیروها قرار بگیرن اونها رو شکست بدن. در مقابله با امپریالیسم آمریکا اگر توده ها متحد و یک پارچه مبارزه کنند میتونن اون رو شکست بدن. قبل از ما انقلاب ویتنام این امر رو ثابت کرد، بعد در انقلاب ما بازم این امر اثبات شد. حالا امروز تمام تجربیات انقلابات اینو ثابت کرده در صورتی انقلاب میتونه تداوم پیدا بکنه و به پیروزی برسه که توده ها با هم متحد و یک پارچه بمونن، وحدت بین مردم حفظ بشه. این یک قانونمندیه. اگر کسی دلش نخواد آزاده که دلش نخواد، میتونه فکر کنه که نه میتونن مردم با هم متحد نباشن. ولی خب اگر حرکتش در جهتی باشه که به وحدت مردم ضربه بزنه شکست میخوره. آزاده که نیاد در جهت وحدت با سایر نیروها، ولی میره شکست میخوره، انقلاب رو به شکست میکشونه. آقای دکتر پیمان گفتن که ممکنه بعدها یه نفر بیاد خیانت بکنه، چیکار میشه کرد؟ وقتی ما صحبت از حقوق دموکراتیک توده ها میکنیم، وقتی صحبت از این میکنیم که دموکراسی در عرصه‌های گوناگون باید تضمین بشه، به خاطر اینکه دیگه مردم اجازه نمیدن که یک نفر بیاد بهشون ستم بکنه. موقعی که مثلا تشکلهای کارگری وجود داشته باشه، سندیکاها و شوراها وجود داشته باشه، آموزش، حق آموزش رایگان برای همه مردم تضمین بشه، مردم آگاه باشن، دیگه اگر کسی هم خواست به مردم خیانت بکنه، بیاد آزادی مردم رو محدود کنه، ستم برش روا بداره، مردم اجازه بهش نمیدن. مردم اون موقع ارگان دارن، امکان دارن، آگاهی دارن و اون رو میکشن پایین. برای مثال یکی از خبرنگارای غربی رفته بود در ویتنام، یه مصاحبه‌ای کرده بود با یکی از افرادی که اونجا بود. دیده بود همه مردم اونجا مسلحن و خیلی تعجب کرده بود. بهش گفته بودش که این همه شما مسلح هستید، نمی‌ترسین از این که دولت شما نمی‌ترسه از این که یه موقع شما بر علیهش بشورین، همه رو مسلح کرده. اون گفته بودش که دولت چیه؟ ما خودمون دولت هستیم. ما هر موقعی اراده بکنیم از طریق ارگان‌هایی که داریم می‌تونیم دولت رو پایین بکشیم. در یه چنین شرایطی خب یک فردی اگر بخواد در جهت مسائل مردم حرکت نکنه، وقتی مردم آگاه باشن این امکان رو پیدا نمی‌کنه. با اجازهتون من میام یه مداری توی بحث‌های مشخص جامعه خودمون. هدف مقدمی که انقلاب ما تعقیب می‌کرده، خواست مقدم مردم ما در این مرحله کسب استقلال. برای اینکه بتونه عدالت اجتماعی برقرار بشه، قبل از هر چیز ما باید بتونیم استقلال همه جانبه خودمون رو کسب بکنیم و همه وابستگی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگیمون رو به امپریالیسم قطع بکنیم. این خواست تمام مردمیه
که در انقلاب شرکت کردند و تمام مردمیه که به سرنوشت انقلاب فکر میکنن و در این هدف همه اینها با هم مشترک هستن. بنابراین زمانی که ما از دموکراسی و آزادی صحبت میکنیم میخوایم شرایطی به وجود بیاریم که این امکان برای مردم ما فراهم بشه که استقلال جامعه تامین بشه در وهله اول. برای اینکه بتونه استقلال به دست بیاد، برای اینکه بتونه وابستگی‌ها به طور کامل قطع بشه، باید مردم به طور وسیع تو مبارزه شرکت داشته باشن، حضور داشته باشن در صحنه و متحد باشن، متحد و یک پارچه بر علیه امپریالیسم مبارزه‌شون رو ادامه بدن. نیروهای ضد انقلاب، امپریالیسم، سرمایه‌دارای بزرگ، زمیندارای بزرگ تمام تلاششون رو به کار می‌گیرن که این هدف مردم ما نتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه، نتونه مبارزه مردم ما به پیروزی برسه. و فقط با نیروی متحد مردم ما میتونیم این توطئه‌ها رو در هم بشکنیم و استقلال جامعه رو کسب بکنیم و حفظش بکنیم. حالا برای اینکه مردم در صحنه باقی بمونن، حضور داشته باشن به طور فعال و برای اینکه وحدت مردم به هم نخوره، ما باید چه شرایطی به وجود بیاریم؟ مردم در صورتی به طور فعال در صحنه حضور پیدا خواهند کرد و به طور فعال در مقابل همه توطئه‌ها ایستادگی خواهند کرد، همینطور که در این دو سال و نیمه بعد از انقلاب در مقابل این همه فشار مقاومت و استقامت کردند که ببینن خواسته هاشون انقلاب برآورده میکنه، ببینن برفرض تشکل‌هایی به وجود اومده، دموکراسی به وجود اومده، این امکان براشون به وجود اومده، بتونن در مقابل دشمنانشون مقاومت بکنن، خواستهاشون از اونها بگیرن. یعنی تنها در شرایطی که حقوق دموکراتیک مردم تأمین بشه این امکان وجود داره که مردم به طور فعال در صحنه باقی بمونن و امپریالیسم رو بقیه